خب ما اینجوری در ادامه صحبت درباره مقاله 59 فدرالیست اینجوری هم تشکر میکنیم از دانشگاه اوکلاهاما که من الان توش نشستم و در خدمتتون هستم. اگه تق و توقی هم میشنوید، اینجا هنوز ساعت 8 نشده، فکر میکنم بیرون دارن ساختمونو بر میرن و اینا، صدای ذره میاد تو. بگذاریم، قسمت سوم مقاله 59 فدرالیست، گفتم که آقای همیلتون نوشته و تمامشم در مورد طریقه و مکان انتخابات، زمان و مکان انتخابات سناتورها و مجلس نمایندگان آمریکاست که ایراد گرفتن که اینجوری که تو قانون اساسی شما نوشتید، اگه ما در مرحله آخر اگه کنترل دست دولت فدرال باشه و دولت فدرال یه دفعه بیاد به ما دیکته بکنه که ما چه زمانی و چه وقتی این انتخابات رو برقرار بکنیم، این که دیگه فدرالیسم نیست. اصلا شما دارید دولت‌های ایالتی رو تیکه تیکه میکنید و یواش یواش از بین میبرید، که ما همیلتون میگه نه، اشتباه میکنید. بعد تو پاراگراف دوم میگه I'm greatly mistaken notwithstanding if there be any article in the whole plan more completely defensible than this. این مثلا جمله‌ش اینجوری شروع می‌کنه، میگه این یکی از اون قسمت‌های قانون اساسیه که خیلی راحت میتونیم ازش دفاع بکنیم. شماهایی که ایراد گرفتید و اینا، یا خوب متوجه نشدید یا نمیدونیم برنامه‌تون چیه، ولی دقت بکنید، این خیلی چیز مهمیه، این بنده، این قانون اساسی که گفتیم ماده اول قانون اساسی آمریکا، fourth section، قسمت چهارم، first clause، بند اول. I am greatly mistaken. خب اونو که گفتم، بعد its propriety rests upon the evidence of this plain proposition that every government ought to contain in itself the means of its own preservation. میگه این قسمت قانون اساسی واقعا درست و به درد بخور و مهمه، به دلیل اینکه یه چیز اصلا خیلی واضحه، چجوری آدم در لحظه‌ای که ضروری باشه هر کاری میکنه که جونشو در امن و امان نگه داره. گاورمنت هم شما وقتی دولت رو بنیان میکنید، اگه دولت درست حسابی قرار باشه بشه، ought to contain in itself its means of its own preservation، بایستین توش یه مکانیزمی بذاری که بتونه جون خودش رو چیکار بکنه، نگه داره. اینجا تقریبا حالت دولت و شبیه یه موجود زنده به شما داره تقدیم میکنه، که هر چجور هر چیز زنده ای سعی میکنه جونش براش عزیزه، میخواد جونشو امن و امان نگه داره، دولت هم اگه دولت درست حسابی باشه یه همچین کاری رو میکنه دیگه. Every just reasoner will at first sight approve an adherence to this rule in the work of the convention and will disapprove every deviation from it which may not appear to have been dictated by the necessity of incorporating into the work some particular ingredient with which a rigid conformity to the rule was incompatible. Even in this case, though he may acquiesce in the necessity, yet he will not cease to regard a departure from so fundamental a principle as a portion of imperfection in the system which may prove the seed of future weakness and perhaps anarchy. خب ما یه سری imperfection توی هر چیزی میبینیم دیگه، ولی باید آدم بیاد ببینه که اگر این 100% یه چیزی درست نیست، 100% دلخواه مردم نیست و فلان و اینا، ولی ببینیم
به امور کار ما میرسه، اونش مهمه. مثلا اگه بخواد مثال بزنه، انگار یه قایقیه، یه قایق زشت فلان بهمان و اینا، ولی اگه قرار باشه از غرق شدن شما رو از غرق شدن نجات بده، شما که نمیاد بگی که این چرا نمیدونم این قسمت چوبش زنگ زده یا شما اینو اینجوری طراحی نکردید و اینا. اینم میگه ما بالاخره نشستیم دو تا چهار تا کردیم و این بهترین چیزی بوده که میتونیم برای شما عرضه بکنیم. خب حالا اینجای بیراهه برم، یکی از ایرادایی رو که میگرفتن میگفتن که اگه قرار باشه یه دفعه دولت فدرال بیاد و بگه ایالتا شما بزنید کنار، من میخوام زمان و مکان و طریقه این انتخابات رو انتخاب بکنم و دیکته بکنم، این مخالفا اولین حرفی که میزدن میگفتن که اینا احتمالاً میان یک چیزی به نام election at large را میندازن. و اینجا نوشتم روی این تخته براتون چیزی at large elections. اینم مثلا حرفش چیه، اینجوری بذارید بهتون شرح بدم. مثلا تمام ایالت رو خب چند تا بخش میکنن، از هر بخشی نماینده انتخاب میکنن و اینا دیگه. میگه این انتی فدرالیست ها میگفتن که یه دفعه احتمال داره اینا بیان بگن که این بخش بیخیال، تمام ایالت رو یه بخش گونده حساب بکنید و بیایید نماینده انتخاب بکنید. حالا شما توی شهری نشستید، توی دهکده‌ای زندگی میکنید، مردم رو مثلا که 5 مایلی شما زندگی میکنن شاید تا 5 مایلیتون بشناسید، ولی کسی که 100 مایل اون برتر زندگی میکنه، 70 مایل اون برتر زندگی میکنه، در اون زمان آمریکا خب کسی با کسی تماس نداشته شو اینا، کسی رو نمیشناسه. میگه اینجوری که آدم نمیتونه نماینده رو که میشناسه انتخاب بکنه. و انتی فدرالیست ها میگفتن یه وقتی اینا از این بند قانون اساسی استفاده میکنن و خب غیر مستقیم انتخابات رو از دست ما میگیرن، ما رو همینجوری بدون خاصیت میکنن و یه حالتی که ما گیج میشیم که کیو دیگه انتخاب بکنیم بره نمیدونم سنا یا بره مجلس نمایندگان. بعد حالا یه ذره چند پاراگراف میریم جلو، بعد همیلتون اینجوری ادامه میده: As an objection to this position, it may be remarked that the constitution of the National Senate would involve in its full extent the danger which it suggested might flow from an exclusive power in the state legislatures to regulate federal election. It may be alleged that by declining the appointment of senators, they might at any time give a fatal blow to the union. And from this, it may be inferred that as its existence would be thus rendered dependent upon them in so essential a point, there can be no objection to entrusting them with it, in particular case under consideration. The interest of each state, it may be added, to maintain its representation in the national councils would be a complete security against an abuse of the trust. خب حالا متاسفانه میگم اینجا باید برم این همین قسمت و قسمت بعدی رو برم توی ویدیو کلیپ بعدی براتون بگم. این قسمت مهم بود که خوندم، دو مرتبه براتون تو ویدیو کلیپ بعدی یه اشاره بهش میکنم.